با سلام خدمت همه دوستداران هنر ایرانی مخصوصا خوشنویسی، من طرز بهمنی هستم و در این ویدیو میخوام آموزش خوشنویسی نستعلیق روی بوم رو بهتون آموزش بدم. لطفا اگه تا کنون سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین تا در ادامه با هم آموزش رو ببینیم. با سلام به همه هنر دوستان مخصوصا هنر ایرانی مخصوصا خوشنویسی ایرانی. یکی دیگه از ویدیوهای آموزش خوشنویسی روی پارچه رو میخوام خدمتتون برای بدم. الان دارم روی بوم کار میکنم. بوم در موقع پارچه آهار خورده شده هست که روی یه تخته مقوا فیکس شده و مسلماً از لحاظ اینکه شما دیگه بخواید ثابت نگرش دارین خب خیلی راحت تره. مثل گذشته همینطور که میبینید رنگ های اصلی آبی، قرمز و زرد استفاده میکنم برای روشن کردن از سفید، که حالا ترکیب رنگ ها رو برای به دست آوردن رنگ جدید هم خدمتتون میگم. لطفا اگه تا کنون کانال من رو سابسکرایب نکنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بیشتری رو در رابطه با آموزش هنر ایرانی و خوشنویسی خدمتتون بتونم ارائه بدم. از دو اندازه قلمو متوسط هند 1 سانتی و در واقع 7 سانتی متر استفاده میکنم یا همون 7 میلیمتر. میخوام شعر دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه چیز، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ رو بنویسم. خب شروع میکنم. باز سعی میکنم که ترکیب بندی رنگ و ترکیب بندی های و کمپوزیسیون رو داشته باشم که به صورت یک سیاه قلم کارام پیش بره. از قوانین خوشنویسی همیشه و در همه حال استفاده میکنم. دال و ارتفاع 2 نقطه قلمو و در 2 حرکت حتما نوشته بشه. میتونم دنیای اول رو کشیده بنویسم، یهش رو معمولا کشیده مینویسم تا هیچ رو بالاش بذارم. میبینیم که چون پارچه آهار خورده دوندگی رنگ روی اون خیلی خیلی بهتر پیش میره و من از این لحاظ خیلی راحت تر میتونم کارم رو انجام بدم. دنیا رو با آبی نوشتم برای اینکه یه تضادی برقرار کنم. هیچ رو با قرمز می‌نویسم. دنیا حرکت هی رو سعی کنین حتما همیشه تمرین کنین که با هی 2 چشم بنویسین. راه راحت تری هم مسلماً هست برای نوشتن هی، ولی همیشه حالت 2 نقطهش زیبایی بهتری داره. مثلا شما آشنا هستیم با زیبایی های هیچ های معروفی که نوشته شده. اهل دنیا اینجا همه رو می‌نویسم. حالا این هیچ رو این تخم مرغ باز چه هست که بسیار بسیار کارمون رو لطیف و زیبا میکنه. نقطه هاشم باز درونش میذارم و زیر خط، یعنی الان اینجا خیلی دنیا و هیچ تو دل هم دیگه رفتن و اتفاقا به مفهوم کاری هم که میخوایم انجام بدیم خیلی خیلی نزدیک. خب همه رو همینجا میزنم. دنیا میتونم همه رو مثلا با نارنجی بنویسم. سعی میکنم کلمه به کلمه رنگا رو عوض کنم که خوندنشون هم خیلی ساده تر بشه. این شعر بسیار بسیار زیبا با معنی در این حال به خاطر قابلیت های تکراری که داره هم میتونه از حالت زیبایی شناسی خیلی خوبی هم برخوردار بشه. دنیا همه هیچ بر رو با چه بنویسم؟
بعد رو دوباره با هم آبی می‌نویسم تا ارتباط داشته باشه. همینجا که جا دارم استفاده می‌کنم می‌نویسم. همه هیچ و حالا سبز. سبز از ترکیب آبی و زرد به دست میاد. مسلما زرد باید سهم بیشتری داشته باشه از لحاظ حجمی. هر چه زردتون بیشتر باشه رنگ سبزتون روشن‌تر میشه. باز الف از سمت راست بالا یه مقدار شروع میکنم تا سمت پایین و یه مقدارم به سمت چپ اونو میارم. همونطور که میبینین با توجه به این که پارچم آهار خورده خیلی خیلی دوندگی یه رنگ روش خوبه. من اون مشکلاتی که روی تیشرت نوشتم رو داشتم که حالا ویدیوهاشو در آینده براتون خواهم گذاشت. میبینین که اینجا اصلا ندارم و مثل کاغذ گلاس رنگ به خوبی دوندگی میکنه و پخش میشه. اهل دنیا میتونم دوباره دنیا رو با همون رنگ آبی بنویسم که اتفاقا جالب باشه. دنیا به هر حال دنیاست دیگه و یه جور دنیا ما داریم، ولی این بار کوتاه مینویسم. اینجوری کوتاه که میشه این چه اتفاق جالبی میفته. نقطهشو بالا میذارم و دوتا نقطهشم عمودی پایینش که اینا هم در دل هم قرار بگیرن. و یک همه دیگه دارم. همه رو الان سعی میکنم با رنگ مثلا بنفش یا مثلا صورتی، حالا بنفش باشه بهتره، بنفش از ترکیب قرمز و آبی به دست میاد. تقریبا نسبت هاشون میتونه برابر هم باشه. میتونین حتی رنگ یاسی ایجاد کنین چون بنفش یه مقدار رنگ پررنگی میشه در این راستا و شما میتونین اونو با اضافه کردن سفید یه مقدار روشن ترش کنین. ولی همین تضادهای روشنی رو ما میخوایم. دفعه می رو کشیده می‌نویسم. می این بار دوباره می‌خوام از سبز استفاده کنم. مرتب سعی کنید که رنگتون رو بشورید که رنگتون چرک نشه. به قول معروف سبز فسفوری روشن ایجاد میکنم. این رنگ ها الان میتونن کاملا روی همدیگه بازی کنن. همه هیچ دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ باشیم. و در ادامه چی میگه؟ میگه ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دفعه سعی میکنم که حالا ایو که نوشتم یکی از هیچ هامو که حالا شاید اهمیت بیشتری داره هم به صورت کشیده بنویسم، همین که حتی با قلمنه بزرگتر ای. این هم یکی از اون حروفی هست که خیلی به زیبایی خط شما کمک میکنه. تو
میتونم اون ری رو خاطر مهنگ باشه با این علفش رو بیشتر بکشم سمتشم. خب من اینکه رنگ های قرمزم خیلی کم شده، دوباره سعی میکنم از همون قرمز استفاده کنم. خب پس اجازه بدین اینجا الان من تون جاشو دارم قلمو عوض کنم، قلمو بزرگتر یه سم. خب ادامه میدیم کار رو. همونطور که گفتم بخاطر اینکه اینجا میخوایم ترکیبندی خوبی انجام بدیم، قلممون رو بلندتر بزرگتر کردیم و میخوام که هیچ هم میخوایم کشیده بنویسیم تو ترکیبندی بیشتر تاثیر داشته باشه. بازم اگه تا کنون کانال من رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین که بتونیم ویدیوهای بیشتری رو در رابطه با آموزش هنر ایرانی به خصوص خوشنویسی و کاربردهای خوشنویسی در خدمتتون ارائه بدم و حتما من رو از کامنت های خوبتون مطلع کنین تا ببینم به چه زمینه بیشتر علاقه دارین و من تو چه زمینه بیشتر بتونم ویدیو تهیه کنم براتون. ببینین چه هیچه بزرگ و خوبی شد. چون خیلی اهمیت داره این هیچ. خب بسیار عالی، ادامه میدم. برای رو با چه رنگ بنویسم؟ میبینم که اینجا چه رنگ هایی دارم. این وقت دارم رنگ سفیدم اجازه بدیم استفاده کنم و این بنفشی رو که تهیه کردم یه مقدار روشنش کنم که بهتر بتونیم باهاش ترکیب بندیمون رو ادامه بدیم. ما میخواییم هرچه تنوع رنگ هایی که داریم بیشتر باشه، مسلماً کارمون میتونه زیبایی بیشتری داشته باشه. برای باز بگیه رسیدیم و باید به خوبی ازش استفاده کنیم. حالا هیچمون اومد اول خط، با چی بنویسیمش که بهتر باشه؟ میتونه نارنجی رنگ خوبی باشه برامون، نارنجی روشن. کم حالت بسیار زیبا و فرمیکی داره هی دو نقطه که شما میتونین بسیار خوب ازش استفاده کنین و در طراحیاتون بهره ببرین. ای هیچ، برای هیچ نقطه رو ببینین من باید استفاده کنم در ترکیب بندیم، در کمپوزیسیونم، یعنی باید انقدر بتونم ازش استفاده کنم که به زیبایی کارم کمک کنه. باید همینجور یک کلمه در میونه ما هیچ داریم و خیلی میتونیم ازش بهره برداریم. برای هیچ بکنم اینجا الان جای سبز خیلی میتونه خوب باشه. برای
هیچ برای هیچ. سعی کنید حتی بعد جاها قلمتون رها کنید در انتها که بتونه اون حالت استفاده از قلم رو کاملا نشون بده. اولین سه تا نقطه هیچ رو میذارم مال چه رو، بعد ببینم اون دو تا نقطه یهش رو کجا بذارم بهتره. اینجا الان میذارمش و نقطه برای تقویت ترکیب بندی استفاده میکنم. مپیچ. خب الان تو این جایی که من دارم دو تا مپیچ میتونم بذارم که اتفاقا خیلی کارم میتونه زیبا کنه در این راستا. مپیچ. این همه به صورت مرتب با هم نوشته میشن و کار ما رو مرتب زیباتر میکنن. بر هیچ مپیچ. دارم یه مپیچ دیگه هم اضافه کنم تا ببینم ترکیب بندیم حالت بهتری داشته باشه. میتونم فقط امضا بزنم اینجا چون جاش حالا خیلی هم زیاد نیست که بتونم باش کار کنم. این تابلوی هست که میتونم طراحی کردیم. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. بسیار شعر عالی و با من بفتن. اگه تا کنون کنون رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین تا بتونین بقیه ویدیوهای من رو هم ببینین. ممنون. موفق باشین. لطفاً کانال پردیس بهمنی رو سابسکرایب کنین تا در ادامه بقیه آموزش های خوشنویسی من رو هم بتونین ببینین.